من اصل ویدیو رو بذارم یا اینکه بقیه رو ویدیو بذارم؟ من موندم چجوری تمام طرفداراش توی کامنت سکشنش هیچ کدومش نمیدونه بگه که بهش بگن. الان این ویدیو چقدر وقت بوده؟ خیلی وقت بوده. تو کامنتاش هم برید نگاه کنین. اینا اسم ویدیو هم اینجا هست. هیچ کدوم از طرفداراش نگفتن. یعنی چی؟ مگه میشه انتونی بلینکن؟ یعنی نه تنها خودش نمیفهمه، هیچ کدوم از طرفداراش هم نفهمیدن. من خیلی برام عجیبه. یعنی شاید من دارم اشتباه میکنم. بیا میگیم بذار دیگه. باشه چشم، بیا اینو ببینیم. این اصل ویدیو. چقدر راحت بود پیدا کردن اصل ویدیو. الان بیاین، من شاید واقعا شاید من دارم اشتباه میکنم. یه همچین سوتی به این بزرگی امید کرده باشه. بیاین ما چه من رو بگیرین اگه من دارم اشتباه میکنم. انتونی بلینکن بیاد بگه ما اپوزیسیون کشور دیگه رو توی آمریکا راه نمیدیم. اینم ویدیوش. نم لایف چتم چک میکنم. بابک امروز نیست، من دارم چند تا کار با هم میکنم. خب بذار مطمئن باشیم همونه. خب ببینید این دقیقا همون ویدیوه. الان هم میبینید. خب دقیقا همون قسمت اولش هم امید درست فهمید. ببین. Saudi. The Biden administration did not directly punish Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman after the murder of journalist Jamal Khashoggi. خب این انتونی بلینکنه. این رپورتر CNN داره ازش میپرسه که میگه آمریکا به طور مستقیم محمد بن سلمان رو مجازات نکرد. یعنی مثلا یک تحریمایی روی عربستان گذاشت، یک تحریمایی روی یک سری کسایی که روی توی قتل قاشقچی مستقیم تاثیر داشتن رو اونا تحریم گذاشت، ولی رو خود محمد بن سلمان فشار نذاشت. مرسی ترجمه. من امیدوارم شما چند نفر تو انگلیسیتون هم خوب باشه تو لایف چت که ترجمه منو به بقیه بگین که ترجمه هم درسته. خب تو لایف چت بگین اگه انگلیسیتون خوبه تایید کنین ترجمه منو. Despite an intelligence report saying that he was directly responsible for approving, میگه که با اینکه اطلاعات خود یه رپورت اطلاعاتی از خودش نمیگه، مال CIA بود که نشون داد که دقیقاً محمد بن سلمان خودش بود، خودش توی قتل قاشقچی در کار بود، با این حال شما محمد بن سلمان رو به طور مستقیم تنبیه نکردید. البته من میدونم چرا خودش رو به طور مستقیم تنبیه نمیکنم، به خاطر اینکه حالا اون بحث سیاسی جدا میشه. من نمیگم درسته ها، من اگه میگم میدونم چرا، منظورم این نیست که کار خوبیه. من محمد بن سلمان رو باید مجازات بشه. حالا his murder and President Biden didn't hesitate to call Vladimir Putin a killer. آها میگه که پرزیدنت بایدن بدون هیچ، چه حرف خوبی داره میزنه این خانم، میگه پوتینو بدون هیچ هزیتیشن، چی بگم، بدون خیلی رک و راست پوتینو گفت قاتله. اگه بایدن رک و راست پوتینو میگه قاتله، چرا محمد بن سلمان رو نمیگه مثلا این قاتل؟ فکرم حرفش اینه. خب چقدر حرف خوبی، درست، سوال خوبی. Do you consider محمد بن سلمان a killer؟ میگه آیا تو به انتونی بلینکن، آقای انتونی بلینکن، آیا تو محمد بن سلمان رو قاتل حساب میکنی؟ ببین اینشو دوست ندارم. خب برای اینکه اینش رو نمیگن، یعنی پوتین رو به راحت میگن قاتل، محمد بن سلمان رو نمیگه قاتل. الان میزنه زیرش یه چیز، یه جواب دیگه میده، یعنی جواب سوال این خانم رو نمیده. And it's important. The report that you referred to, we put out in the full light of day. It's not... میگه این اطلاعاتی رو که تو میگی ما اومدیم و اینو به همه دنیا نشون دادیم
تو روز روشن نشون دادیم. یعنی میخواد بگه که ببین من ممکنه حالا ما گیر ندیم، میگه آنتونی بلینکن یه طور غیر مستقیم میگه که ببین با من گیر ندین که قاتلش بهش نمیگم قاتله، ما کسایی هستیم که به همه دنیا، یعنی یه اطلاعات مخفی بود، ما اومدیم روشنش کردیم که نشون دادیم که محمد بن سلمان به طور مستقیم نقش داشته. داریم یعنی بگه ببین ما داریم میگه فشار به اندازه کافی روش میاریم دیگه چی میخواین از ما؟ خب یعنی به جای اینکه بگه که قاتل هستیم، داره میگه که دولت بایدن بود که اینو به دنیا نشون داد. یعنی دیگه یعنی ما داریم فشار کافی به روش میاریم، منظورش اینه. Not a report that was written a couple of weeks ago. It had been sitting around for a little while and we put it out, and that in and of itself is significant because میگه این خودش به اندازه کافی خیلی مهمه که ما اینو این رپورتو شفاف کردیم. It's not that there was anything new in the report in terms of what had previously been reported, but the fact that the government of the United States میگه البته چیز جدیدی توی این رپورت نیست، ولی اینکه دولت آمریکا میاد put its imprimatur on that report and on that میاد مثلا قبول میکنه این رپورت رو، که میاد میگه بله این رپورت درسته و شفافش میکنه information including responsibility for the murder of Mr. Khashoggi و اینکه محمد بن سلمان نقش داشته توی کشتن قاشقچی. I think it is in and of itself important. Second, میگه این به خودی خودش خیلی مهمه. البته کافی، من خودم نظرم اینه که کافی نیست. یعنی چرا پوتین و شما میتونید بگین قاتل، محمد بن سلمان رو نمیگین قاتله؟ We sanctioned a number of direct participants in میگه بله و ما یه سری کسایی رو تحریم کردیم، کسایی که تو عربستان نقش داشتن توی کشتن قاشقچی، اونا رو تحریم کردیم. آره، همه کسایی که نقش داشتن تحریم کردن به غیر از محمد بن سلمان. In the murder of Mr. Khashoggi and maybe as significantly going forward to make sure that the best of our ability this doesn't happen again. اینجاست جایی که من فکر کنم آمیدانا اشتباه فهمید و میگه کارهای دیگه هم که میخوایم بکنیم وقتی که در آینده که مطمئن بشیم این دیگه اتفاق نمیفته. یعنی میخواد بگه کارهای دیگه که میخوایم بکنیم که این اتفاق نیفته. We put in place something we call the Khashoggi ban, which makes sure that میگه یک کاشوکجی بن گذاشته. یعنی بن کاشوکجی بن چی بگم؟ قاشقچی بن، ترجمه بمانین، یک قانون جدید به اسم قاشقچی گذاشتن، یک ممنوعیت قاشقچی، یک ممنوعیت گذاشتن به اسم قاشقچی. و این فکر اینجا رو توجه کنید، شما انگلیسیتون خوب هست تو لایف چت؟ خب اسم این ممنوعیت هم اسمش هم گذاشتن به اسم قاشقچی گذاشتن. خب این ممنوعیتیه که فکر کنم اینجا فکر کنم شروع میشه، جایی که امید دانا نفهمیدین داره چی میگه. Who, on behalf of the government, tries to intimidate, silence, or do harm? هر کسی که از طرف دولت، هر کسی که از طرف دولت خواست صدمه‌ای بزنه به someone speaking out against that government. صدمه بزنه به کسی که بخواد علیه اون دولت حرف بزنه، whether it's a dissident, a political opponent, or a journalist. چه بخواد مثلا یک فعال سیاسی یا یه ژورنالیست باشه، well, we're going to make sure that that person does not set foot in the United States. ما میخوایم کاری بکنیم که مطمئن باشیم اون شخص وارد آمریکا نمیشه. درست ترجمه کردم یا نه؟ این دقیقاً برعکس اون چیزیه که امید دانا گفت. امید دانا گفت که آنتونی بلینکن داره میگه کسایی که اپوزیسیون هستن میخوان، آنتونی بلینکن داره میگه ما میخوایم مطمئن باشیم که اونا پاشون به آمریکا نرسه. این برعکس اونو گفت. آنتونی بلینکن میگه کسایی که از طرف دولت میخوان بیان صدمه بزنن به اپوزیسیون این دولت ها، اونا هن که پاشون نباید به آمریکا برسه. درست دارم میگم یا نه؟ دقیقا برعکس چیزی که امید دانا گفت. یه بار دیگه گوش کنین، شما ما هممون داریم اشتباه میکنیم. یه بار دیگه گوش کنین، یعنی ببین
نه مسیح علی نژادای دنیا یا روح الله زمای دنیا رو نمیگه. کسایی که دارن روح الله زما آزار میدن یا مسیح علی نژاد آزار میدن، اونا رو داره میگه پاشون با آمریکا نباید برسه. این خیلی افتضاحه، یعنی چقدرم خندید، داشت میخندید. الان دوباره برمیگردیم به امید دارنا که ما یه ذره بهش بخندیم اگه این درسته. من واقعا یعنی خیلی عجیبه ها. یعنی ببین، نه تنها خودش نفهمید انتونی بلینکن داره چی میگه، نه تنها اتاق فکری سردار رسانه نفهمید انتونی بلینکن داره چی میگه با اون تیم تحقیقاتشون و اینا، کسی که اینقدر ادعاش میشه با خودش نگفته اگه میشه اصلا انتونی بلینکن بیاد همچه حرف بزنه، اصلا چرا بیاد همچه حرف بزنه. یعنی از لازه، نه تنها از لازه رسانه اینقدر ضعیفه، از لازه فکر سیاسی اینقدر احمقه که نمیدونه یه هم چیزی رو نمیشه گفت. یه بار دیگه گوش کنی، شاید واقعا اینقدر واضح اشتباه کرده یا ما شاید نفهمیم. یه بار دیگه گوش کنیم، شاید ما حالیمون نیست، شاید ما حالیمون نیست. یه بار دیگه ban which makes sure that anyone who on behalf of the government tries to anyone on behalf of the government، هر کسی که از طرف دولت، ببین ممنوعیت برای کسایی که از طرف دولت، هر دولتی، خب intimidate تهدید میکنن، میخوان ساکت بکنن، or do harm یا بخوان صدمه بزنن to someone speaking out، به کسی که میخواد حرف بزنه against that government، علیه اون دولت، whether it's a dissident, a political opponent or a journalist، چه بخواد یک مخالف سیاسی یا یک ژورنالیست باشه، we're going to make sure that person does not set foot in the United States، ما میخوایم مطمئن باشیم که اون شخص پاش به آمریکا نرسه. نه مخالف سیاسی، نه کسی که میخواد صدمه بزنه به اون مخالف سیاسی، او از طرف دولت میخوان اون پاش به آمریکا نرسه. این کاشخچی بند برای اونه، برای ماموران جمهوری اسلامیه، برای ماموران آل سعوده. میگه ماموران آل سعود و جمهوری اسلامی که میخوان بیان فعالان سیاسی رو یا ژورنالیستا رو تهدید بکنن، این ماموران دولت پاشون به آمریکا نباید برسه. این قانون جدیدیه که میخوان بذارن. عجیبه که اتاق فکرشون سوراخ انگلیسی بلد نیستن. این کاوش میدیا هم که انقدر استفاده میکنم، من دیدم، ببین من میدونم اینا انگلیسیشون خوبه بعضی هاشون، برای که بعضی موقع ترجمه رو میان یه جوری عوض میکنن که معلومه از عمده. من باید بیام مچ همه اینا رو یکی یکی بگیرم. من بعضی موقع میبینم میگم که اینا رو من کاش یکی یکی همینا رو برنامه میکردم. یکی شعر من اومدم برنامه کردم، بگیم بقیه‌اش هم برنامه کنم یا نه، چون خیلی زیاده از این چیزا. That applies not just to Saudi Arabia, it applies around the world. I understand all of that, all of that trend. At the same time, صدا تاخیر داره رو حرف هم بزنه. صداشون تاخیر داره رو هم دارن حرف میزنن. Sorry, the delay is a little much. Let me just get in and just say that you have been transparent and you have been very clear about his role, the Saudi Crown Prince's. بقیه این ویدیو رو بذارم یا برگردم امیدانا؟ به من بگین تو لایو چت برگردم امیدانا یا بقیه این ویدیو رو بذارم که ببینیم چقدر امیدانا به خودش تبریک میگه که این کشف رو کرده، اون رو بذارم یا میخوایم بقیه این ویدیو رو گوش کنیم؟ ببینم. آها میگیم برگرم امیدانا، برگرد. آها برگرد، خیلی خوب. ببین به من میگن که جمهوری نیستی، دیکتاتوریه. من هی دارم از شما میپرسم چیکار کنم، بعد به من میگن دیکتاتوری دارم میکنم. خب ببینیم، دقت کن، دقت کن امید، تو خودت دقت کن. چون با عربستان داد و ستد دارن،
علنا مخالفین بن سلمان رو تهدید کرد. حالا برای مخالفین کسانی که قاچاقچی رو کشتن مجازاتی رو در نظر میگیریم، اما مخالفین بن سلمان اصلا حق ندارن وارد آمریکا بشن. نه طرفدارای بن سلمان حق ندارن، کسایی که دارن تهدید میکنن. ببینین اینو برین نشون بدین ها. هر جا کسی دیدین میگه امید دانا سردار رسانه، اینو شنیدین ها، این ویدیو رو برین بدین بهشون. این ویدیو که الان من نشون دادم، هر جا هر کسی گفت امید دانا سردار رسانه است، اینو برین نشونش بدین که این سردار رسانه شون. خاک تو سرتون اگه این سردار رسانه تون. خب این خبر رو میگه همه کشورها، میگه اپوزیسیون همه کشورها نباید کشور ما وارد بشه. خب اگر شامل ایران میشود، اگر فردا با ایران رابطه نزدیکی پیدا کنه این آمریکایی که شما دم از آمریکا جون میزنید، دهنتون سرویسی که ایران میگه که آقا همه مخالف تو کشه، بهترین کار یا کمترین کاری که آمریکا علیتون میکنه چیه اون موقع؟ اخراج. گرین کارتای خوشگلتون رو میگیره برید بیرون. کرده از این کار آمریکا، برید تو تاریخش نگاه کنی. در جنگ جهانی دوم برنامه‌اش ساختم. بعد از اینکه ژاپن وارد جنگ شده در هاوایی پایگاه‌های آمریکایی رو زد و اینا و داستان‌ها پیش آمد. نگاه چه پوزی هم حالا میاد از کشفی که کرده از این ویدیوه، چقدر هم افتخار میکنه به خودش. آمریکایی‌ها تمام شهر اینا، ببین اینا با اینکه اینا دیدن هنوز میگن امیدانا سردار رسانه، یعنی اینقدر از طرفداراش اینقدر احمقه. یعنی حتی بعضی که اینا میبینن هنوزم بهش امید دارن. این یه دین جدیده، امیدانا یه دین جدیده. نگاه طرفداراش ببین تو لایو چت الان کلی هستن. شهروندان ژاپنیت و ژاپنیایی که تو خاک آمریکا به دنیا اومده بودن همه اینا رو فرستاد اردوگاه‌های. نگاه شما هم اشتباه میکنین، میگین جدیش نگیر. نه من جدیش میگیرم، شما حالیتون نیست که این چقدر داره رشد میکنه. هم میگی نه این هیچکی نیست رشد نمیکنه. شما هم باشه، شما فکر میکنین این رشد نمیکنه، شما فکر میکنین هیچکی نیست. نه بابا، خودش شده یه جنبش. فکر میکنین واقعا تاثیر نداره؟ یعنی شما هم خودتون کورید اگه فکر میکنین این تاثیر نداره. زندگی اردوگاه های حتی کار اجباری و اردوگاهایی که اینا رو بخواد چیز کنه توی دستش، همه اینا رو از کل آمریکا جمع که تو اردوگاه اینا رو گرده هم آورد، مجبورشون که تو اردوگاه بیان، حتی صبحگاه پرچم آمریکا هم ببرن بالا، سرود ملی آمریکا رو بخونن که کاری ندارم. پس این از این جنبه قابل بررسی است. پس اگه آمریکا با کشوری اوکی باشه، اون کشور حتی اگه مهمترین نماد حقوق بشر رو قطعه کنه و در وان هموم در اسید حلش بکنه، آمریکا چیکار میکنه؟ عملا یعنی زبانا میگه که ما یه مجازاتی برای اون طرف انجام میدیم، ولی الان بعد از 2 سال خورده اینا که هیچ کاری نکرده، ولی عملا جلوی ورود مخالفین اون نظام رو به آمریکا رو میگیره. توفت اون حقوق بشر. خب حالا اگه ببین، حالا من اینا یه کسی میگه که شما نگاه کنین، شما مغلطه همتون، اصلا بعضیتون واقعا خیلی منطقتون ضعیفه. شما مثلا میگین نه آمریکایی‌ها اینجوری هستن اینجوری نیستن. ببین آمریکایی‌ها مثل ایرانی‌ها، مثل عربی‌ها، عربستان سعودی‌ها، مثل اسرائیلی‌ها، مثل فلسطینی‌ها، مثل همه مردم دنیا، همشون یه شکل نیستن. خب شما میگی که بعضی میگه که نه آمریکا برای حقوق بشر مهمه، بعضی میگه نه آمریکا برای حقوق بشر مهم نیست. نظر من چیه؟ آخه آمریکا مثلا یه نفره، ایران مثلا یه نفره، حتی دولتشون هم یه نفر نیست. ما کلی آدم های مختلف داریم، پالیسی های مختلف داریم، سیاست های مختلف داریم، قانون های مختلف داریم. ببینید حتی یک شخص رو شما حساب بکنید، به طور کامل یک شخص رو شما نمیتونید قضاوت بکنید که بگید این باید. مثلا شما یه نفر از من میپرسید میگه آرمین نظر درباره مثلا جوردن پیترسن چیه؟ من باید بگم خب درباره کدوم حرفش؟ خب من اگه مثلا یک شخص رو اینجوری نمیتونم قضاوت بکنم، باید پوزیشنر مختلفش رو جدا جدا قضاوت بکنم، شما فکر میکنید درباره یک کشور به طور کلی میشه اینجوری حرف زد؟ معلومه که نمیشه. شما هم ببین بعضیاتون واقعا آره تو لایف چت شامل ایران نشود. شامل ایران اگه بشود که عموما برای اون بخشیه که ایران مثل عربستان کنار بیاد. خب اگر نشود، حالا پرسش اینه
آقای آمریکا این همه مخالف جمهوری اسلامی، ببین همه رو باید یکی کنه، همه رو باید یکی حساب کنه. اسلامی تو کشورته، چرا تو میگی همه کشورها ولی الان همه مخالف جمهوری اسلامی تو کشورته؟ آها چون با ایران خوب نیستی. خودم پاسپورت چیه؟ پاسخ خودمو دادم، پاسخ این پرسشمو الان دادم. ببین داره یه برداشت اشتباه داشته، حالا داره برداشت خودش هم تحلیل میکنه. میگه اگه میخوای اپوزیسیونا رو بندازی بیرون، پس چرا اپوزیسیونای جمهوری اسلامی رو از آمریکا نمیندازی بیرون؟ میگه آها برای اینکه با ایران خوب نیستی. من خوشم میاد چقدرم تحلیل برداشت اشتباهش میکنه.